من از توی نادری از صنف اول تا صنف 12 11 مضمون داشتم، یک مضمون داشتم به نام پشتو، استاد پشتو میآمد رشخندی میکردیم و تمام من در پشتو نمره کم میبردیم، کل من در پشتو نمره کم میبردیم، به خاطر که نمیخواندیم، به خاطر که در خانه برامون گفته نمیشد که بخونیم. بعد از صنف 8 و 9 که من در پشاور رفتم و در خانه بالای من فشار داده شد، من پارچه صنف 12 رو برات نشان میدم که 34 نمره شدیم، 34 نمره و بلندترین نمره رو در زبان پشتو بردیم. امروز من میتونم با این زبان تکلم بکنم. هیچ انسانی در خانهش بجز از آدمایی که هیچ انسان غیر پشتونی در خانوادهش برای بچهش نگفت که برادر، در تمام خانواده کسانی که غیر زبان پشتون بودند، پشتون مثل مضمون سپورت تعذیب فکر میکردن. خیر است در پشتون نمره کم بگیره، خیر است در پشتون نمره کم بگیره. آیا این پشتون زبان نبود؟ آیا پشتون هایی را که ما میگیم 300 سال در اقتدار بودند، اینهایی که در مکاتب بچه های خود روان میکردن، 12 سال در مکاتب با زبان ما درس خوانده، 5 سال در پانتون با زبان ما درس خوانده، دکترایش 7 سال در پانتون با زبان ما درس خوانده، آیا کدام روز یک صدایی از پشتون شنیدیم که زبان من در خطر است؟ هرگز. امروز که در یک لوحه زبان، او برادر، این لوحه کوچکتر از آن